موجود بودن تبلیغات و مدحکونی رئیس جمهور را به نزدیکی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان تصدیق نمود. افسوس که از تلویزیون مرکزی سر کردن خود تعریفی زیاد است. بیا که در جامعه ما دیگر کمبودی وجود ندارد. وقتی که از حد زیاد خود تعریف کنید دوای میکنید ما به خطاهای جدی راه میدیم، یعنی کمبودی را ما خوب دیده و دانسته چشم میپوشید، برعکس کمبودی را آشکار کرده و راه های حل و فصل آنها را جستجو کرده مدکو و برطرف سازیم. ابراز نمود رحمان در کشاده شوی استودیای نوی تلویزیونی در ولایت سوغد. در نوبت خود رئیس شعبه ولایتی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان الهام جمالیان که در واخوری با پرزیدنت اشتراک کرده است تصدیق نمود که اکثریت ژورنالیستان جرأت ندارند تا در خصوصی معماهای مهم منطقه بنویسند و سخن گویند و کارهای حکومتداران را زیر تنقید قرار دهند. رئیس اتحادیه وسایت اخبار عامه مستقل تاجیکستان نورالدین قرشیبایف می‌پندارد که بیانات رئیس جمهور رحمان خودنمایی کردن میباشد. کاتب مطبوعاتی رئیس جمهور عبدالفتاح شریفزاده مدحکونی شخصیت رحمان را چنین شرح می‌دهد: برای آنکه مردم او را از ته دل دوست می‌دارند. ابراز نمود او باید قید نمود که امروزها در خصوصی رحمان منصبداران و اربابان دولت تاجیکستان 2256 شعر نوشته شده است. در همصحبت با خبرنگاری خبرها دومُلا شاکرخان از دوشنبه آیدی موضوع چنین شرح داد: مدحکونی رحمان حتی در مسجدها تبلیغ کرده می شود. امام خطیبان و مردم کشور مجبورند که سیاست کنونی را دستگیری نمایند، وگرنه آنها را خائن ملت اعلام می کنند. ولی به همگان معلوم است که یک ساکن کشور از جمله طلبه مکتب باشد و یا دانشجوی دانشگاه تحصیلاتی با فرمان کسی به رژیم صادق بودنش را بدون خواهش اظهار میکند. آره هستند آنهایی که رحمان را دستگیری مینمایند، اما آنها نه از مردمند، بلکه یک چند منصبداران و فرزندان آنها، اینچنین صاحبکاران به رژیم نزدیک میباشند که رحمان و نزدیکانش آنها را دستگیری مینمایند. آنهایی که رحمان را مدح میکنند با مقصد به دست آوردن مکافات و یا منصبدار شدن در خدماتهای قدرتی بر رژیم صادق بودن خود را نمایش میدهند.